این اولین قسمتی هست که به صورت مصاحبه ضبط شده و این قسمت مصاحبه ای هست با دوستم امین که سالهای خیلی زیادی هست که از آشناییمون میگذره و امین تونسته با تغییرات رژیمی دیابت نوع دو خودش رو تحت کنترل قرار بده. توضیح اضافی نمیدم چون که مصاحبه یکم طولانی هست که وقت بیشتری از شما گرفته نشه. بعد از پایان مصاحبه یک کوچولو برمیگردم، یه نکته ای رو که توی مصاحبه فراموش کردیم در موردش صحبت بکنیم اضافه میکنم. درود امین جان، چطوری؟ درود، ممنونم، مرسی. امروز قراره که راجع به دیابت، این غول بیشاخ و دم، صحبت کنیم. خب قرار داستان این رو برامون بگی که چجوری داری شاخهای این غول بیشا خودم رو میشکنی. آره، یه جورایی دقیقا اینجوری هست شاخهای من. و اگه میخوای من یه پاورپوینت آماده کردم، اینو به اشتراک بذارم و در واقع روی اون شروع کنیم و صحبت کنیم. بسیار عالی. فقط یه نکته کوچولو، زمانی که من و تو با هم آشنا شدیم فکر میکنم سال 88 یا بعد از 88 بود، درسته؟ دقیقا درسته. یکم صحبت هایی که قبلا کردیم و چت هایی که قبلا کردیم چنان که برمیاد اندکی بعد از اون بیماری دیابت گرفتی، درسته؟ دقیقا من 4/6/91، 4 شهریور ماه 91 متوجه شدم که سطح قند خونم بالاست و حالا به دیابت دچار شدم. اوکی، خب پس بی زحمت شیر سکرین بکن و اون پاورپوینت رو که زحمت کشیده آماده کرده با همون همرسانی کن. اوکی، یه لحظه من پاورپوینت رو بیارم بالا. الان صفحه رو میبینی؟ آره الان صفحه رو میبینم. دیابت، اینکه چجوری ما این هیولا رو آموزش بدیم یا اینکه کنترلش کنیم، این سوالیه که از اون روزی که من به این درد، یا بهتره بگم اختلال، چون هیچ وقت اسم اینو مریضی و درد و بیماری نذاشتم، همیشه اسمشو اختلال گذاشتم، از اون روزی که من به این اختلال دچار شدم همیشه این تو ذهن من بوده که خب اینو یه روزی کنترل میکنم و مهار میکنم، و اینکه همیشه این سوال بوده که خب حالا چه جوری میشه این کارو کرد، و روش‌های خیلی زیادی رو تا الان پیش بردم که بتونم این کارو انجام بدم، که خوشبختانه اخیراً، یعنی توی تقریبا 1 ماه پیش تا الان، 2 ماه پیش تا الان، دیگه تقریبا تونستم مهارش کنم و اون راه حل مورد نظرمو پیدا کردم. خب بریم سراغ گذشته. من یه آرشیو کامل دارم از آزمایشایی که توی گذشته دادم و سعی کردم اینا رو بیارم اینجا. این جوابی که الان اینجا هست، حالا من میخونمش، اون قسمت مهمشو، این آزمایشیه که من سال 87 دادم. سال 87 من تقریبا 20 سالم بودم. اون تایم قند صبح من 95 بوده و تریگلیسیرید من 453. اون موقع زمانی بود که من داشتم برای کنکور سراسری آماده می شدم و یه مقداری استرس داشتم. اما چیزی که باعث شد من برم این آزمایش رو بدم این بود که یادم توی یه هفته من یه بسته کامل شکلات چرب که مغز شکلات داشت، مغز چیز داشت، خیلی یعنی شیرین بود، من اینو خورده بودم و علاوه بر من کلن اون تایم به واسطه استرسی که داشتم احساس میکنم غذا مقدار زیادتر میخوردم و یه مقداری چاق شده بودم، خصوصا نون، چون خیلی دوست داشتم و اینو مثلا زیاد مصرف میکردم.
خلاصه که اون تایم این تریگلیسیرید من اومده روی 453 و این در واقع یک هشدار اولیه بوده که متاسفانه من شاید خیلی جدیش نگرفتم. آزمایش بعدی دو سال بعد سال 89 هست. پیش از اینکه ادامه بدی با اجازت یه چیزی رو اضافه بکنم که چرا این تریگلیسیرید که بالا میره نشونه یه همینجور که گفته یه نشونه اولیه است برای دیابت. این هست که حالا این فقط حرف کتوجنیکی ها نیست، حتی به اصطلاح پزشکی مینستریم یا جریان اصلی هم همین مطلب رو تایید میکنه که خوردن زیاد کربوهیدرات باعث افزایش تریگلیسیرید میشه. و خب زمانی این تریگلیسیرید بالا میره که ما دچار مقاومت انسولینی شده باشیم و این کربوهیدرات ها نتونن به مصرف سلول برسن و بعد به صورت چربی ذخیره بشن. دقیقا. اتفاقا من این که از الان روی تریگلیسیرید صحبت کردم اینه که این تا آخر آزمایش هایی که من میخوام نشون بدم حفظ میشه و این میبینیم که از اول تا آخرش این تریگلیسیریده که بالاست و برخلاف این که من همیشه تو ذهنم این بود که خیلی روی کلسترول همه تیز میکردن که آقا کلسترول بالا نره، کلسترول مضره، ولی من فکر میکنم اون چربی که مضره تریگلیسیریده نه کلسترول. برای اینکه من تو کل آزمایش‌هام هم که چک کردم هیچ جایی رو ندیدم که حتی زمانی که چربی زیاد مصرف کردم هر چیزی رو ندیدم که کلسترول بالایی داشته باشم و این تریگلیسیرید بوده که در واقع ضربه اصلی رو به من زده. و من نمیدونم چرا تو جامعه ما اینقدر روی کلسترول بحث میشه. من روی روغن رو ببینم نوشتم بدون کلسترول، ولی هیچ کسی از تریگلیسیرید بحث نمی‌کنه. من حالا نظر خودم رو میگم و احساس می‌کنم این بیشتر تجاریه و این در واقع مواد شیرین و کربوهیدرات تریگلیسیرید رو بالا میبرن و در واقع من اینجوری این بحث رو باز کنم که من اگر یه روزی میشدم رئیس سازمان بهداشت جهانی، اولین چیزی رو که توی دنیا به عنوان مواد مخدر ممنوع میکردم شکر بود و قند. احسنت. امیدوارم پس بشی رئیس WHO. امیدوارم پس بشی رئیس اونجا. دقیقا. چون من فکر میکنم اینها مواد مخدری هستند که واقعا هم چیز هستن، اعتیاد آور هستن. امروز من یه پست رو دیدم که حالا خودت روی پادکست گردآتش گذاشته بودی، اون پست رو نگاه میکردم، این که حالا بعد از یه مدت که رژیم کتوژنیک میگیری یه سری سیمتوم ها و علامت ها رو داری، یه لحظه به یاد این افتادم، به یاد اون کسی فرستادم که به یاد کسی افتادم که اعتیاد داره و وقتی داره ترک میکنه یه سری نشونه ها رو داره. دقیقا من این نشونه ها رو احساس کردم. این اون نشونه هاست. ما به یه چیزی دوچاریم که وقتی میخواییم ترکش کنیم لاجرم بدنمون یه سری نشونه ها رو آشکار میکنه و اینا اتفاقا نشونه های مثبتی هستند، خوب هستند. باید ما سعی کنیم اینو تحمل کنیم برای اینکه این ترک بشه و از بین بره. دقیقا. اون نیازی به وجودش نیست. و الان باز توی خال دقیقا همین جوره. ببخشید حالا صحبت رو قطع کردم. مثلا وقتی که یه نفر داره الکل رو ترک میکنه، تریاک رو ترک میکنه، وقتی که این رو بدنش بهش عادت کرده و داره جداش میکنه از خودش و داره مصرفش رو کم میکنه، مطمئنن دردی رو متحمل میشه، ولی دواش این نیست که ما بخوایم اون تریاک رو بهش بدیم یا اون الکل رو بهش بدیم در بیشتر مواقع البته. خب طبیعتاً یه مشکلاتی پیش میاد زمانی که اینا حذف میشن، ولی باید این مشکلات رو پشت سر بذاریم تا به مرحله بعدی برسیم. دقیقاً. چون ما وقتی که یه فلشبک بزنیم به گذشته ها، به گذشته های نتندان دور، شاید بگیم 200-300 سال پیش، که شاید بشر این قند ساده دستساز خودش، حالا من نمیدونم از کی کشف شده بعد که اینو مصرف میکردیم، ولی خب قبلش فلشبک بزنیم میبینیم که بشر بدون این داشته زندگی میکرده، عمرهای طولانی داشتن. پس این لزوما دلیل موندگاریش و ممنوع نشدنش به نظر من همون بحث تجاریه. یعنی بحث تجاریش کامل کمپانی های پشت این هستن که میخوان این مصرف نوشابه، مصرف چیزای قندی، مصرف چیزایی که کربوهیدرات بالایی دارن
رواج پیدا کنه و بیشتر بشه. حالا خصوصا ما توی حالا مثلا فرض کنید کشور دیگه بیشتر شاید مواد هم قنده ساده رو مصرف میکنن، متاسفانه توی ایران بیس غذا برنج و نون هست، برنج یعنی و اصلا نون. بیس رژیم ما مشکل داره، بیس پایه گذاری شده روی این. من فکر میکنم دلیل وزن بالایی که خیلی از ما ایرانی ها داریم، دلیل خیلی از مشکلاتی هم که داریم احتمالا به همین برگرد. حالا اینجا هم شاید پایه غذا آنچنان قندی نباشه، مثلا سیب زمینی رو مصرف میکنن ولی اصلا مثل ما ایرانی ها نیستن که بشقاب بشقاب برنج میخوریم، مقدارش بسیار کمتره. اما متاسفانه چیزایی که میبینم، سر کلاس نشسته بودم یهو میدیدم که یهو صدای پس میاد، یه نفر نوشابه باز میکرد. توی ایران خوشبختانه من اصلا چنین چیزی رو نمیدیدم که کسی توی کلاس نوشابه بخوره، ولی اینجا این چیزا خیلی رایجه که نوشابه رو برای اوقات فراغتشون بخورن. ما دست کم فقط با غذا میخوردیم، نوشابه و چیپس و اینها خیلی رایج هست که زمانی که قندشون میفته متاسفانه میخورن، و از این جهت خیلی اومدن رژیم خودشون رو خراب کردن با وجود اینکه بیسش پایش نون و برنج نیست. خب این آزمایش مربوط به 2 سال بعد از اون آزمایش سال 89 که میبینیم که قند ناشتای من 81 که از نرمالی نشون میده، ولی همچنان تریگلیسیرید حالا پایین تر اومده ولی باز 220 هست که عدد پایینی نیست. بعد این آزمایش 2 سال بعد از اون باز سال 91، این زمانیه که من اولین بار متوجه شدم که قند خونم بالاتر از سطح نرمال. این همون اردیبهشتی است که میگی درسته؟ نه این همون شهریوری. این 187 هست. آها. اوکی. 91. این 4 شهریور 91 است. آره. 4 شهریور 91 که من دقیقاً اون روز متوجه شدم که این بالاست. قند ناشته من 187 بوده که عدد خیلی بالایی رو نشون میده. تریگلیسیرید من 400 سی بوده و باز میبینیم که تریگلیسیرید خیلی عدد بالایی داره به نسبت داره نشون میده، و باز میبینیم با این که تریگلیسیرید اینقدر بالاست ولی کلسترول 182 هست که حالا تا 200 در واقع نرمال هست. یعنی حتی با این که من اون موقع دقیقا داریم میبینیم که رژیم درستی نداشتم مطمئنن که اینقدر تریگلیسیرید بالایی داشتم، ولی باز کلسترول حتی از نرمال خارج نشده. و این و یه چیز کوچولو هم اضافه بکنم، اصلا کلسترول توی یکی از 2 تا از قسمت ها در واقع در موردش صحبت کردم کامل که چرا شد آدم بده داستان. آره. و اصلا اشتباه شد آدم بده داستان در واقع. حتی احتمال خیلی زیادی وجود داره که کلسترول یه عامل دفاعی هست و خودش مثل یه سپر، مثل یه جانسار میره جلوی عامل‌های متجاوز و عامل‌های بیماریزا و خودش رو فدا می‌کنه به قیمت اینکه فشار کمتری به سیستم ایمنی ما بیاد، یعنی به عنوان بخش از سیستم ایمنی ما کار می‌کنه. و اصلاً به اشتباه شده آدم بده داستان، و خب داستانش هم کامل توی اون قسمت گفته شده. دقیقاً من فهم اونالو قسمت ها رو گوش داده بودم و احساس کردم که دقیقا چیزی رو داری میگی که من واقعا تجربهش کردم، چیزی رو داری میگی که من با گوشت و پوست خودم اینو لمسش کردم. شاید حالا یه کسی که به این چیز دوچار نیست این حرف رو میاد میزنه خیلی نشه روش چیز کرد، ولی کسی که دوچار هست شاید خیلی بهتر بشه اینو فهمید که این واقعا درسته، چون من اینو واقعا دیدم. الان تمام آزمایشات من آرشیوش هست و هم داریم ببینیم یکی یکی میریم جلو. خب این من اون موقع فکر کردیم که شاید اشتباه شده و شاید حالا این آزمایشگاه اشتباه کرده و ریچک رو دوباره این چک کردیم. فردای اون روز باز اینو من چک کردم و اومدیم علاوه بر قند ناشتا قند 2 ساعت بعد از غذا رو هم گرفتیم. قند ناشتای من اون روز 214 رو نشون داد. خیلی قند بالایی بود و من یادم اون روز اومدم و نون و پنیر فقط خوردم و برگشتم برای اینکه حالا حداقل 2 ساعت بعد از آن خیلی بالا نباشه.
حالا فکر کنم یه لیوان چای شیرین هم خوردم، یعنی چون بهم گفته بودن صبحونه ای که معمولا میخوری رو بخور، من همون صبحونه رو خوردم، نون و پنیر رو چای شیرینی که شاید عادت داشتم به که خوردنش. به اصطلاح محیط آزمایش رو آشفته نکنی، یه آره حالت دقیقا. عادی باشه. و سعی کردم حتی شاید هر روز بیشتر از اینم میخوردم، سعی کردم یکم کمتر بخورم، ولی بعد اینکه 2 ساعت بعد غذا رو دیدم که 349 رو نشون میداد، دیدم که خیلی عدد بالاییه به نسبت، و تریگلیسیرید رو هم باز چک شده که 365 نشون داده که باز هم عدد کمی نیست. آره نسبت به قبلی کمتره اما باز عدد کمی نیست. و چرا این تریگلیسیرید هی بالا میره؟ تریگلیسیرید به عنوان سوخت بدن میتونه استفادهش بکنه، ولی قضیه این هست ما زمانی که کربوهیدرات میخوریم و این کربوهیدرات سطوح انسولین ما رو بالا میبره، بدن میگه برو سراغ قند. و مشکل این هست که فردی که دچار چاقی میشه، دچار دیابت نوع 2 میشه، دچار از پیش از اون دچار مقاومت انسولینی هست. سلولهاش اون قند رو هم درست در رو بهش باز نمی کنن که واردشون بشه و اینها به صورت بعدن ذخیره چربی در میان. و این انسولین هم تا بالا باشه اصلا بدن سراغ اون ذخیره چربی که به صورت حالا تریگلیسیرید هم هست نمیره و به خاطر همین هی این تریگلیسیرید میره بالا. و چقدر هم جالب توی آزمایشات، البته اون موقع دردناک بوده ولی خب حالا که به گذشته نگاه میکنی بله. چقدر جالب اینو نشون میده که داره چه اتفاق توی بدنت میفته قبل از اینکه حتی قند ناشتای تو به 190 خورده ای بود. حالا توی اون اسلاید قبلی، توی اینی که اسلاید قبلی 214 187 بود. 187 توی اینی که 214 برسه، خیلی پیش از اون اون سطوح بالای تریگلیسیرید داشته میگفته که بدنت قادر به استفاده از اون سوخت نیست و در سطوح بله. بالا و بالاتر. دقیقا اگه نگاه کنیم از سال 87 تا 91، یعنی 4 سال تریگلیسیرید من بالا بوده و به قول تو بدن من این هشدار، این وارنینگ رو داشته به من میداده که این سطح بالاست، ولی من بیتوجهی کردم نسبت بهش و توجهی نکردم که خب حالا چیکار کنم بیاد پایین. چرا؟ چون فکر میکردم خب این چربیه دیگه، حالا منم جوونم مثلا حل میشه، درست میشه. فکر نمیکردم که این خودش منشأ یه چیز خیلی بزرگتری بخواد باشه و اون مقاومت انسولین هست، مقاومت نسبت به انسولین. در واقع یه جوری گویای بازتاب دهنده اون مقاومت انسولینی هست. آره دقیقا، آفرین. شاید هم این بوده که حالا من اون موقع اصلا نمیدونستم مقاومت انسولین یعنی چی. خلاصه من اومدم و 1 هفته ورزش کردم و چیزایی مثل برنج و نون و سیب زمینی اینا رو خیلی خیلی کم کردم، قندای ساده هم کلا حذف کردم و نتیجه خیلی جالبه. اینکه واقعا یعنی بشه با یک رژیم اینجوری توی 1 هفته شما بیای قند خون 200 رو بکنی 100. حالا واقعا اینو بهت گفتم که وقتی من نتیجه رو دستگاه رو میبینم 100، این شاید مثلا به چشم تو مثلا 105 فرض کن یه عدد دیگه، یه 5 تام تازه بالاست، ولی تو چش من یک شاخ غول شکستنه، یک دیو سپید رو از پای در آوردنه. یعنی 100 تا رو آوردن پایین خیلی سخته واقعا. کسی واقعا درک میکنه که مبتلاست؟ کسی اینو درک میکنه که میدونه که در واقع به این درد، به این اختلال دوچار هست و متوجه میشه که چقدر این زود میتونه بالا بره؟ ولی خب ببین با یه همچین کاری همون موقع، یعنی من در واقع همون موقع بدونی که بدونم اصلا کتوژنیک چیه، کتوژنیک رو اجرا کردم یه جورایی و من کنجکاو شدم که این پیشنهادات رو بهت داد که قند و سیب زمینی و حالا قند رو خیلی ها میگن که کم بکنین چون که اصلا بیماری هم اصلا بیماری قنده، ولی آره. خب نون و سیب زمینی اینها رو یه چیزای معصومی میدونن. آره. و خیلی مشتاقم بدونم که کی چنین پیشنهاد خوبی رو بهت داد. ببین اون خب دکتر معمولا همین رو میگن، میگن یه کف دست نون بخور صبح، چه میدونم 5 تا یا 8 تا قاشق برنج بخور ظهر مثلا، یه همچین چیزایی رو میان میگن. و من سرچ که رو اینترنت کردم فهمیدم که اوکی اینا کربوهیدرات دارن، تبدیل به قند میشن و برای همین بعد ترس، یعنی اینکه من راستش رو بخوای شاید خیلی اینجوری باشن توی سن 20 سالگی، فرض کن خودتو بذار جای من که بیان بهت بگن که تو مشکل این اختلال رو توی بدنت داری و تو کسی هستی که تا الان مثلا
هیچ رفتار پرخطری نداشتی، همیشه به سلامتیت اهمیت دادی، همیشه تو زندگی سعی کردی سالم باشی و سلامت زندگی کنی، وقتی یا اینو بهت میگن خیلی یک ضربه عجیبی بهت وارد میشه و اون ضربه عجیب اون موقع من وارد شده بود و سر همین اون هفته رو حداقل من خیلی دم تمام تلاشمو کردم که در واقع اینو قبول نکنم. من توی محله بودم که دینای، یعنی اینو قبول نمیخوام بکنم، نمیخوام بگم من به این اختلال دچار شدم، در واقع این بود. و حالا میبینیم که توی یه هفته با این شرایط اومده قند ناشتای من به 102 رسیده، تریگلیسیرید من تقریبا شده 1/3، 116 شده، که این حالا طبق رفرنس خود آزمایشگاه زیر 150 نرماله، که این شده 116، که این نشون میده که این ذخایر تریگلیسیرید توی بدن چقدر زود، ببین این پایین اومدن خیلی عجیبش نشون میده که بالا رفتنش هم پس خیلی سخت نیست. یعنی که تو با همین که شروع کنی پرخوری و کربوهیدرات رو زیاد مصرف کردن خیلی زود میتونی تریگلیسیرید رو بالا ببری، ولی من فکر میکنم کلسترول یه چیزیه که بالا رفتنش شاید خیلی سخت‌تر باشه، چون شاید منابعش اینجوری نیستن. مثلا تا الان هر جایی من شنیدم راجع به کلسترول صحبت کردن میگن زرده تخم مرغ، مثلا چه میدونم مثلا کله پاچه، یه اینجور چیزایی که مثلا من میگم خب زرده تخم مرغ حالا مگه چقدره کلا، حالا که بخواد چقدرش کلسترول باشه که حالا من بخوام بخورم و این بره بالا، ولی مثلا تریگلیسیرید ماشاءالله منابعش همه چی هست، تقریبا 80% چیزی که ما ایرانی ها میخوریم غنی، یعنی کاملا چیزی که شاید یا به تریگلیسیرید توی بدن اون در نهایت تبدیل میشه. اصلا گیرم کلسترول بد، یه کله پاچه رو که تو نمیای کامل بخوری، یه مقدارش رو میخوری چنان سیری واقعی بهت میده، چنان زود خانه میشی که خیلی زود دست از غذا میکشی. یعنی حتی اگر فرض بکنیم که کلسترول بد هست، آنچنان مواد غذایی کلسترولی رو نخواهی خورد، ولی فرض کن همین برنج و اینها باشه، اصلا هیچ هشداری نیست، بشقاب بشقاب پشت سر هم غذا میخوری، برنج میخوری. حالا نگاه به قیافه الان من نکن، من خیلی شکم بودم، خیلی راحت میتونستم چند تا بشقاب اینا بخورم و اصلا بدنت هیچ اختیاری بهت نمیده، اصلا احساس اقناع و سیری نمی کنی و همینجور خوردن ادامه میدی. ولی خب این دوتا آزمایش پایان ماجرا نبود و یک هفته بعد از این که من یه دکتری رو ملاقات کردم و پیشنهاد داد به من که تو نمیتونی با این دوتا الان دیگه به این نتیجه برسی که اوکی دیگه همه چی تمام شده، تو بیا یه سری آزمایشات من میگم برو انجام بده ببینیم نتایج اون چی میشه. توی اون آزمایش که یک هفته بعد انجام دادیم، اینو من دیدم که قند ناشتای من 104، خب این نرمال بود، اوکی بود. این رو به هم نفرستاده بودی قبلا، درسته؟ اینو قبلا شاید نفرستادم ولی تو این تیزاره و قند 2 ساعت بعد غذای من 129 رو نشون میده که این هم عدد نرمالیه، ولی اسیدهای کبدی من 50 و 85 رو نشون میدن که عددشون عدده بالایی هستن و نشون میده که کبد من هم چرب هست و این یکی از دلایلی بود که بعد اون پزشک به من گفت ببین پس فقط این دوتا نیستن، این دوتا رو تو تونستی توی کوتاه مدت بیاری پایین ولی اسیدهای کبدی تو نتونستی بیاری پایین، اینا بالا هم. پس اینم یعنی در واقع همونجور که میدونیم چند تا علامت داره دیابت نوع 2، علاوه بر این که قند ناشتا بالاست، 2 ساعت بعد غذا بالاست، اسید کبد چرب میشه، تیروئید کم کار میشه و حالا قند 3 ماه هم باز عدد بالایی رو نشون میده. HbA1c درسته؟ HbA1c یا قند 3 ماه. و توی آزمایش ادرار هم یه دونه پروتئین و 3 تا هم کتون بود که باز این هم یک دلیلی بود که اون پزشک میگفت که تو احتمالاً دیگه دوچار شدی و نمیتونی بگی من اینو درستش میکنم و فلان و باید حتما دیگه دارو مصرف کنی. و همچنین آزمایش HbA1c من عدد 8.1 رو نشون میده که این رو اگه بخوایم برش گردونیم، HbA1c در واقع قند 3 ماه هست که نشون میده توی 3 ماه اخیر میانگین قند خون من چقدر بوده.
میانگین قند خون من تو اون یعنی 3 ماه اخیر تا اون آزمایش 186 رو نشون میداده که عدد بدی هست، عدد خوبی نیست. در واقع HbA1c برای کسایی که دیابتی هستن باید زیر 7 باشه. زیر 7 در واقع به معنای کنترل خوب هست و بالای 7 به معنای اینه که ضعیف بوده و اون موقع اینو نشون میداد و این یکی دلایل دیگه بود که اون پزشک به من گفت که تو دیگه باید دارو مصرف کنی. و من به خودم میگفتم که نه، من اینو برش میگردم به حالت نرمال و نمیخوام دارو مصرف کنم و مقاومت میکردم نسبت به اینکه بخوام دارویی مصرف کنم از اون موقع. و خلاصه زمان گذشت، 5 سال بعد یعنی سال 96 دستان همچنان، چون که همچنان روی HbA1c هستیم، چون که هموگلوبین حدوداً 100 روز عمرش هست، به خاطر همین وقتی که این رو اندازه میگیرن یه شاخصی رو همینجور که همین هم گفتی به همون ارائه میده که چقدر میزان گلوکوز توی خونمون توی اون 90 روز توی اون 100 روز چقدر بوده. اما یه این شاخص خوبی هست، اطلاعات خوبی رو به ما میده، اما اگر که بخوایم دقیق تر نگاه بکنیم باید به این موضوع هم نگاه بکنیم که خنده خون ما چه تغییری رو میکنیم، چه بازه تغییری رو مثلا اگر که ما صبح 90 هست قند خونمون، قند خون ناشتامون، بعد غذایی رو میخوریم و تا چند ساعت مثلا حتی هولوش 170 هست، 170 همچین عدد ترسناکی نیست، اما در واقع اگر که ما ببینیم که اینقدر تغییر کرده از 90 به 170 رسیده و چند ساعت هم توی همون درجه از قند خون مونده، این میتونه اخطار باشه که نشون میده که ما دچار مقاومت انسولینی هستیم یا غذایی که داریم مصرف میکنیم غذای خوبی نیست. ولی به هر حال HbA1c چی؟ آره اوکی خب، ولی HbA1c خیلی هزینه کمتری نسبت به مانیتور کردن پیوسته گلوکوز داره و میتونه یه معیاری رو از میزان پیشرفت ما توی بیماری قند نشون بده. دقیقا این HbA1c این خوبیه رو داره، چون شما هر چقدر هم بخوای اینو کنترل کنی هم هزینه زیادی داره تهیه نوار رو چک کردنش و شاید نتونی مثلا ته شب تا صبح حداقل توی خواب دیگه نمیتونی چکش کنی. دقیقا آره، این خیلی آزمایش خوبیه که در واقع اینو میاد بهت نشون میده. و اون حرفی که زدی اینکه ما وقتی یه غذایی رو میخوریم و 80 تا قند خون ما رو بالا میبره و 90 به 170 میرسونه، دقیقا هم یک بار دیگه باید بازنگری کنیم دنیک داریم چی میخوریم اول. به نظر من اون که چی میخوریم خیلی مهمتره. چرا؟ چون این غذا چی بوده که الان اینو اینقدر تونسته اینجوری بالا ببره. یعنی من وقتی که یه غذایی رو میخورم بعد نیم ساعت یک ساعت بعد تست میکنم، دقیقا بدنم شده آزمایشگاه. یعنی هر چیزی که کربوهیدرات یا قند بالایی داره دقیقا بدن من دقیقا سریع اینو نشون میده که این خیلی مثلا خراب بود وضعیتش. مثلا من یادمه که یه موقع یه شب چیپس خوردم با ماست موسیر، بعد پای فیلم بودم، بعد قندم رو یه ساعت بعدش گرفتم 200 بود و دیدم ایوو چقدر این بالاست و فهمیدم که واقعا چقدر میتونه یه چیزی مثل این خیلی زود درجه قند خون منو اینقدر بالا ببره. در صورتی قبلش گرفته بودم مثلا 115 و 85 تا یه بارگی بعد از یه چیپس فقط، نشون میده که چقدر این غذای مضره، چقدر مشکل داره. تازه اون چیپسی که میگن قندش مرکبه، مگه چقدر مرکبه؟ همین به محض اینکه به بزاق ما برخورد بکنه شکسته میشه و به قند به مراتب ساده‌تری تبدیل میشه، به خاطر همین اینجوری میبره بالا. و مشکل مهمتر، اصلا پایه مقاومت انسولینی این هست که ما از روغنهای غیر اشباع استفاده میکنیم و کارخونه ها که دلشون نسوخته که بیان توی کره واسه ما چیپس درست بکنن، توی روغن حیوانی واسه ما چیپس درست بکنن، از همین روغن های آفتاب گردون و اینها که خیلی ارزون تر هست
و به خاطر اینکه به صورت مصنوعی هم درست شدن، یه جوری درستشون کردن که دمای زیادی رو تحمل بکنن و نیاز به تعویض روغن کمتری دارن. بعد اینها رو استفاده میکنن و همین باعث از اون کربوهیدرات مضرتره و پایه مقاومت انسولین رو واسه ما به وجود میاره. و به خاطر همین ما میایم یه مقدار چیپس و ماسموسی میخوریم، چیپس هم تو اون روغن بد سرخ شده و به تدریج چند دهه، 2 دهه، 3 دهه ما اینا رو مصرف بکنیم، بدنمون دچار مشکل میشه و توی آزمایش هامون و توی شرایط زندگیمون، سبک زندگیمون نشون میده. دقیقا. خب بریم سراغ بعدی. آزمایش بعدی مربوط به سال 96 هست و 5 سال گذشته و من تو این 5 سال خیلی چیزا رو اومدم پیگیری کردم، خیلی از روش ها رو تست کردم ببینم خب چجوری میشه مثلا اینو برش گردون، درستش کرد. مثلا یکی در اومده گفته برو از عطاری فلان چیزو بگیر، خیلی تاثیر داره. یکی در اومده گفته مثلا برو فلان کارو کن. هر کی بالاخره پیشنهادی داده این و اون و داروهای مختلف چیزای مختلف، ولی میبینیم که کماکان 5 سال گذشته و شرایط زیاد تغییری نکرده. شاید به صورت کوتاه مدت میشده یه چیزی بیاری پایین‌تر. مثلا من یادم مثلا دارچین مصرف می‌کردم و این دارچین مثلا قند منو کلاً مینداخت پایین کلاً، یعنی اصلا منو به یه جایی میرسوند که اصلا انقدر دیگه بعدش گرسنه نمیشدن که دیگه جلوی خودمو نمیتونستم بگیرم. یعنی شاید به صورت موقت می آورد پایین، ولی راه حل همیشگی نبود. مثلا با اینکه مثلا میگفتن خیلی خوبه. خلاصه چیزی که میبینیم باز قند ناشتا 176 هست، تریگلیسیرید 407 و چیزی هم که میبینیم یه کلسترول 182 هنوز زیره حد نرمال، یعنی در واقع هنوز توی محدود نرمال هست. HDL کلسترول که ازش به عنوان کلسترول خوب یاد میشه 30 هست که در واقع اون دیزایربلش، اون چیزی که مد نظر هست، باید یعنی این اون کلسترولیه که پزشکا میگن باید هرچی بالاتر باشه بهتره، چون 30 بوده گفتن این کمه باید بالای 60 باشه. و LDL کلسترول که 83 که زیر 130 و حالا چون که HDL رو هم گفتی، چیزی که میتونه شاخص بهتری باشه برای نشون دادن بیماری احتمال بیماری قلبی، احتمال بروز مشکل قلبی و اینجور مشکل ها، بیشتر نسبت LDL به HDL هست نه LDL به تنهایی. و اگر که شما بیایی مثلا یه رژیم کتوژنیک رو استفاده بکنی، حتی اگر که کلسترولت هم بره بالا، باید این رو هم در نظر بگیری که چه غذایی داری مصرف میکنی و چه غذایی کلسترولت رو بالا برده. حتی اگر از این سطوح هم بالاتر بره باز اشکالی نخواهد داشت. خب و حالا چیزی که توی سال 96 ما دیدیم این بود A1C من، HbA1C قند میانگین قند 3 ماهه من 7.9 بوده که باز هم زیاد تغییری نسبت به قبل نکرده. اونم تو همین محدودی 7-8 بود، درسته قبلی هم. آره و دقیقا اونجا 8.1 فکر کنم بود، اونجا 7.9 باز تقریبا همون محدود است. و باز اسیده کبدی من حالت نرمال رو نشون نمیدن اینجا بازم به همون ترتیب، یعنی شرایط همون ترتیب قبلی که داشت رو بعد از 5 سال هنوز داره و هنوز من نتونستم به هیچ راه حل معناداری برسم. یک سال بعد سال 97 من رفتم آزمایش دادم، باز قند ناشتای من 185، تریگلیسیرید 430، اسید کبدی نرمال نبود و HbA1c من بدتر شده بود و 8.7 نشون میداد که این میانگین 3 ماه اخیر من 203 رو نشون میداد. اینجا جایی بود که دیگه دکتر من بهم گفت که ببین تو دیگه فایده نداره، تو دیگه بیا انسولین تزریق، شرایط بدتر میشه. الان ببین 6 سال گذشته ولی همه چی بدتر شده دیگه، بدتر شده که بهتر نشده. این دقیقا حرفیه که خیلی از پزشکا به خیلی از بیمارا میزنن و جالب بدون پزشکی این حرفو به من زد، یک کلینیک دیابت داشت
من این حرف رو که بهم زد یه حس بدی بهم دست داد، احساس کردم که وارد یه مغازه شدم و ایشون مغازه داره و میخواد جنسش رو به من بفروشه و در واقع میخواد منو به عنوان یک کاستومر ثبت کنه توی اون مطب، یا بهتره بگم مغازش، منو اونجا ثبت کنه، حالا نمیدونم چی، بالاخره به عنوان یه مشتری جدید، که این حرف رو به من زد. یعنی چون اینا رو دید اینو بهم گفت، گفت ببین دیگه هیچ راهی نداری، بیا این کارو بکن. ولی خب من آدمی نبودم که بخوام این چیزها رو، میگم تو کتم نمیرفت راستش رو بخوای. شاید خیلی وقتا لجبازی یه سری جاها کار خوبی نباشه، ولی که احساس میکنم توی این زمینه لجبازی چیز بدی نبود برای من و بعدها تونستم ازش نتیجه مثبتی رو بگیرم و من اون حرف اون رو قبول نکردم خلاصه، و باز اومدم و سعی کردم روش های دیگه ای رو تست کنم. این دقیقا مثل اینه، وقتی که تو بیای پیشنهاد تزریق انسولین رو بدی، اینجوری هست که یه نفر اعتیاد داره، بعد همون ماده رو که اعتیاد بهش داره بگی که تو سرحال نیستی الان، پس باید همون ماده رو که بهش اعتیاد داری بیشتر مصرف بکنی و شاید داره. بدن تو مقاومت پیدا کرده به این سطح انسولین، مقاومت انسولینی که پیش زمینه بیماری قند هست رخ داده، و تو هی بیا انسولین بیشتر بهش بدی. انسولین بیشتر اول که پانکریاست اومده همه ظرفیت خودش رو به کار برده و تمام انسولین رو که تونسته وارد خون تو کرده، و همه این کاری که کرده نتونسته سطوح قند رو نمبار بکنه، و بعد ما بیایم بگیم که حالا اونها جواب نداد، بیشتر انسولین بزنیم، سطوح انسولین بیشتر میشه و مقاومت انسولینی بیشتر و بیشتر میشه، و تا انسولین هم به این سطوح وحشتناک توی بدن باشن، بدن باعث میشه که تا انسولین هست میگه که من دیگه سراغ چربی نمیرم، سراغ ذخیره چربی نمیرم، و دوباره همون چیزی که توی اسلاید اول گفتی، تریگلیسیرید بالاتر و بالاتر میره. آره. و جالب بدونی حرفش به من این بود، به میگفت ببین تو حالا میانگین اومده 200، همین کسی که قبل از تو این مطب رفت بیرون، دقیقا یادم یه طرفی بود عرب بود توی شیراز، عربا زیاد میان برای دکتر این چیزا، یه جوونه عرب بود که تقریبا 30 سالش بود، بهم گفت ببین همینی میبین رفت بیرون، این کسی که الان قند خونش رو 800ه، این آرزو داره که یک روز بیاد و به 200 برسه، یعنی چیزی که تو هستی آرزوی اینه، یعنی میخواست حتی این رو جلوی من یه چیز کوچیک جلوه بده، یعنی اینکه نه اوکی این نرماله، حالا تو بیا اینم تزریق کن بهترم میشه دیگه، تمام میشه میره همه چیز. و این بیشتر به من در واقع بیشتر روی من فشار آورد، چون این نادیده گرفتن، این اسکیپ کردن بی خود بی جا، در واقع به عنوان یه دکتر، به عنوان یه کسی که ببین من میگم چی، من میگم توی جاده ها علامت هایی که سرعت ممنوع رو نشون میدن معمولا 10 تا پایین تر از اون چیزیه که واقعا باید ممنوع باشه، یعنی لول هایی رو در نظر میگیرم، مثلا اگه اینجا تا 70 هم مجازه میان میزنن 60، چرا؟ چون احتمال میدن بعضی از زیر دستشون در بره، حالا 70 تا برن. برای همین یه دکتر نباید بیا بگه 200 نرماله، اون باید ببینی که 100 هم خیلی نرمال نیست، تو با بین 90 تا 100 باشی، 90 مثلا 105 هم باشی، نه اینکه در بیاد من میگه نه ببین فلانی 800 آرزوش دیگه برسه به 200، یعنی هم خیلی بد نیستی، بیا اینو مصرف کن. آره همون ولی توصیهش هم اگر که گوش میکردی، همون انسولین رو میزدی و همون باز تغییر توی سبک تغذیه نمیدادی و دنبال راه حل نبودی، مطمئنا خیلی زمان کوتاهی خدای نکرده به همون سطوح قند خون بنده خدا هم میرسیدی که 800 بود. کما اینکه من کسایی سراغ دارم که دقیقا همینجوری هم هستن. ببین چیزی که میخوام الان اینجا راجعش صحبت کنم بحث متابولیسم هست و توی اینکه کلامت میخوای شیر اسکرین قطع بکن کمی روی ماهت رو هم ببینیم، همش روی اسلایت هست. اوکی یه لحظه الان خب در مورد متابولیسم راجع به متابولیسم خواستم اینجا صحبت کنم، اینکه اول تا جایی که من میدونم متابولیسم با افزایش سن به
بالاخره کمتر و کمتر احتمالا میشه. و حالا وقتی میای به اینی که احتمالاً تو این ات رو سنین خیلی سال دوست داشتم. ها این احتمالاً ات رو خیلی دوست داشتم. آره. وقتی که میای به یه نفر تو این سن سال میگه الان انسولین تزریق کن فلان، آیا تو باید اینم در نظر بگیری که این قراره توی ادامه زندگیش که حالا 20 سال از زندگیش مثلا 25 سال گذشته، ایشون مثلا میخواد حداقل 50 سال دیگه زندگی کنه، تو این 50 سال آینده قراره متابولیسمش بیاد پایین تر، قراره بدتر بشه خیلی چیزا، ورزش و تحرکش بیاد پایین تر، این دیگه میخواد به کجا برسه؟ یعنی اینکه تو امروز داری به این میگی انسولین تزریق کن، بعدش میخواد به کجا برسه؟ میشد چند حالا سالت که اینو داشت بهت میگفت؟ 27 سالم بوده تقریبا. سال. آره 27 سالم بوده داشت اینو به این میگفت. و حالا اینکه گفتم بحث متابولیسم، چون من یه مدت بعد متوجه شدم که انگار بدن من وقتی یه غذایی رو میخورم احساس میکنم خیلی وقت روی شکمم میمونه و هضم نمیشه، اصطلاحا میگن سر دلم وای میسته، پایین نمیره، هضم نمیشه. و یکم که راجعش تحقیق کردم فهمیدم آها یه چیزی هست به نام متابولیسم، یه چیزی به نام سوخت و ساز که یه سری چیزا بهش کمک میکنن. یادمه که وقتی که کره میخوردم خیلی بهتر میشد و باعث میشد که این شکر من کار کنه و برعکس اون چیزی که میگن ضرر داره، احساس میکنم به این داره کمک میکنه این خوردن این کره. که بعد از اون من یه روز یه جایی بودم، چون من یه مدت قهوه خورده بودم ازش زده شده بودم چون بعد اشتباه خورده بودم، یه نفری بهم تعارف کرد که نبیه این قهوه رو حتما بزن و من قهوه رو که زدم بعد اومدم خونه احساس کردم ضربان قلبم خیلی تند شده. نگو که یه دونه اسپرسوی چیز به من داده بود که سطح کافینش خیلی بالا بود. من هم مشکل با قهوه متاسفانه دارم. آره حالا من بدونی مشکلم چجوری حلش کردم. خلاصه ما از اون روز دیگه احساس کردم چقدر چیز خوبیه قهوه و شروع کردم یه سری ورزش ها رو انجام. مثلا هر صبح دیگه میرفتم پیاده روی، هر صبح. فقط اشتباهی که میکردم این بود که اول میرفتم پیاده روی و میدونم صبحونه میخوردم، بعد اینقدر گرسنه میشد که خیلی صبحونه میخوردم و این اصلا اشتباه محض بود. بعد یه مدت فهمیدم که نه، باید بعد از پیاده روی بعد از صبحونه پیاده روی کنم. شروع کردم صبح میرفتم قهوه رو که میزدم اصلا دیگه بس میخواستم از خونه بزنم بیرون، بس که این سطح کافئین بالا بود و من میزدم بیرون و یه ساعت و نیم ورزش میکردم شدیدن. این باز به من کمک کرد این ورزش شدید و اینکه قهوه هم کار کره رو برام انجام میداد. یعنی چی میشد دیگه؟ باعث میشد که متابولیسمم خیلی تنظیم تر باشه. منی که مثلا فرض کنید یادمه که من مثلا دستشویی یعنی مدفوع رو سه روز یه بار میرفتم، خب مثلا این شد هر روز. من احساس میکنم که مشکلی بدن من این متابولیسم بود که حالا به وسیله اون قهوه رفع شد. مشکلی که ولی برام ایجاد شد که این البته اخیرا حل کردم این بود که قهوه ای که کافئینش بالاست درسته که متابولیسم من رو درست میکرد، ولی باعث میشد که عصبی بشم، استرس داشته باشم، قلبم تون بزنه. که این رو هم اخیراً یعنی توی هلوش همین 4-5 ماه اخیر متوجه شدم که یه قهوه‌ای داریم نام قهوه عربیکا. قهوه عربیکا چیز نداره، یعنی اصلا کافئین نداره، در واقع یه جورایی اثرات اون قهوه رو داره و اون کافئین رو نداره و این یه چیز این چاییه دقیقاً، یعنی میزان کافئینش بنزه یه چاییه میدونی. و من از اون موقع تا الان دیگه قهوه رو می‌خرم که 100% عربیکاست و خیلی بهم کمک کرده این قهوه و احساس میکنم که میتونه به خیلی کمک کنه. که هم که دیگه مثلا من قهوه رو میخورم ولی میشینم تو خونه، چون قهوه رو میخوردم باید میزدم بیرون، اصلا راهی نداشت. یعنی اصلا اگر میشستم تو خونه عصبی میشدم، به هم میریختم. ولی خب این عربیکا این خوبیه رو هم داره. من هم یه مدت اومدم چونم بگو یه مدت اومدم قهوه ارگانیک گرفتم با همین عربیکا، هم باز همین مشکل داشتم و دارم با ارگانیک. آره با ارگانیک یکم بهتر بود، اینجوری نبود که یهویی ضربانم بره بالا. خیلی ملو بالاتر میرفت، یکم قیمتش بالاتر بود ولی واقعا میارزید. ولی باز همونم دراز مدت این مشکلات رو واسه می آورد. به خاطر هم نگاه کن قهوه خوبیایی در موردش میگن، یکی از خوبیایی که در موردش میگن این هست که
چربی رو در دسترس بدن قرار میده برای مصرف شدن. شاید درست آها. باشه، ولی به هر حال این مشکلاتش هم باید در نظر بگیریم و خب برای بعضی خیلی مهمه، برای بعضی هم خیلی مشکل سازه، واسه من بود. میگه حالا من شاید اون قهوه‌ای که تو گرفتی 100% عربیکا نبوده، چون من فکر نمی کنم دیگه مشکل اونو داشته باشی باهاش. حالا یه بار دیگه پیشنهاد میدم بیاد حتما تستش کنی، چون من بعضی ها رفتم گرفتم مثلا درصد خلوص عربیکاش 100% نبوده، متاسفانه میان روبوستا بهش اضافه میکنن که اون یک در واقع یکم باعث میشه اون کافئین بیاد بالاتر. ولی برای من تو بحث متابولیسم خیلی تاثیر داشت و احساس میکنم که بهم کمک کرد، برای همین همچنان مصرف شده دارم ادامه میدم، ولی مثلا روزی یه فنجون قهوه میخورم نه بیشتر. معمولا صبح یه دونه فنجون قهوه میخورم، کم سرحالتر میشم، احساس میکنم متابولیسمم خیلی بهتر میشه. خب من این صفحه رو به اشتراک بذارم. حالا میبینی؟ آره. این یک سال بعدش، سال 98 یا پارسال، اینجا جاییه که دیگه حالا من تقریبا فکر میکنم 3 سال هم بود که دارو رو داشتم مصرف میکردم، یکی دوتا هم نه، تقریبا من روزانه 6-7 تا قرص مصرف میکردم. ولی خب باز با همه این شرایط هم چیزی که میبینیم اینه که قند ناشتا 174، عدد خوبی نیست. اینجا ظاهرا تریگلیسیرید اومده پایین. حالا من ولی من فکر نمی‌کنم، یعنی فکر می‌کنم شاید اون هفته منتهی به اون آزمایش رو من حالا یا زیاد ورزش می‌کردم به خاطر ورزش اومده پایین، یا اینکه حالا کمتر چیزی مثلا غذایی خوردم که باعث بالا رفتنش بشه، یه چیزی بوده اون وسط که این اومده 194 کرد. باز همینم نرمال نیست، اون زیر 150 باید باشه، ولی 194 بوده. و این تنها جاییه که تو کل این آزمایش میبینیم که یکم تریگلیسیرید اومده پایین تر. این دقیقا هم زمانی که من قهوه مصرف میکردم و مثلا میرفتم میدویدم و اینجوری. و اسیدهای کبدیم هم دیگه هر دوتاش بالا نیست، یه دونش بالاست. یکم یعنی شرایط به نسبت بهتر شده، با وجود اون ورزش و قهوه و اینا شرایط بهتر شده، ولی خب شرایط مطلوب نیست، اون چیزی که من میخوام نیست. و چرا میگم مطلوب نیست؟ چون باز نگاه میکنیم میبینیم که HbA1c قند سه ماهه من 7-8 هم داره نشون میده، یا میانگین 177 که باز هم میانگین خیلی خوبی نیست و عدد بالایی، هرچند ولی نسبت به اون نتیجه قبلی خب شاید خیلی خوبه. و بحث کمکار بودن تیروید که همچنان برقرار بوده اینجا. یه چیز کمکاری تیروید بعد از اینکه مشکل بیماری قند بروز پیدا کرده بود بروز پیدا کرد، درسته؟ آره من فکر میکنم هم بعد از مقاومت نسبت به انسولینه که در واقع کبد چرب یا کمکاری تیروید اتفاق میفته. و اینجا 3 تا گلوکوز هم توی ادرار بوده و چیز دیگه ایم الان نمیبینم. این چیزی که مربوط به سال 98 هست، یعنی پارسال. و این آخرین نتیجه بوده که من داشتم. این نتیجه سال 99 هست، این نتیجه تقریبا مربوط به فکر میکنم 1 ماه پیش بود، مربوط به اون موقع است. این زمانی که من یکم با رژیم کتوژنیک آشنا شدم و تصمیم گرفتم که مصرف کربوهیدرات رو بیام کم کنم و قند ساده به کمترین حد ممکن برسونمش. حد این بوده. یعنی مثلا هولوش 1 ماه من این کار رو کردم، بعد رفتم آزمایش رو دادم تقریبا. حالا مثال هم بزن که چه غذاهایی اون موقع ها میخوردی و الان چه تغییری دادی وقتی که با رژیم که آره. این مال من اینو بگم هولوش حالا 1 ماه هم نه، 15 روز تقریبا من یه سری تغییرات دادم. اینو احساس میکنم الان که 1 ماه از این آزمایش رو گذاشته، یا برم اون نتایجمو بگیرم، شاید از اینم که الان اینجا هست خیلی بهتر باشه. حالا چه غذاهایی قبلش میخوردم؟ این من خب ما بیس غذاییمون برنج بوده دیگه. من یادمه که مثلا ما یه گونی برنج 30 کیلویی که میگرفتیم
من فکر میکنم هولوش 60 روز یا 70 روز زمان میبرد تا این مصرفش. و این خیلی عدد زیاد و بالایی هست. یا باز مصرف نون باز به نسبت مصرف کمی نبود، یعنی عدد خیلی بالایی رو نشون میداد. چیزی که من تو ذهنم میاد اینه که خیلی عدد بالایی. و میخوای بگو هر چقدر وقت چقدر نون میگرفتی؟ بگم چقدر وقت چقدر نون میگرفتم الان؟ بذارم پس یکم استاپ کنم اینو صحبت کنم، بعد بینیم راجع به آتماشه. ما 70 روزی یه گونی برنج میگرفتیم، تقریبا تعداد نون، حالا اگر بخواییم حساب کنیم یه نونی که وزن چونش هولوشه 350 گرم 400 گرم باشه، هولوش در ماه من فکر میکنم به راحتی هولوشه 30 تاشو مصرف میکردم. حالا ما تو خونه 2 نفریم، کلا این حجم از نون بود. و غیر از این کامل، آره، و غیر از این حالا نوشابه که در جاش شاید مصرف میشد، حالا شاید کمتر ولی میشد، قنده ساده باز به همون ترتیب. و من یه کاری که میکردم این بود که من خودم کلا خیلی عاشق چایی هم و چایی که فقط با قند بخورم، خیلی عجیب غریب عاشق این بودم. تو این مدتی که با رژیم کتوژنیک آشنا شدم، همزمان با قند کانور هم آشنا شدم. قند کانور قندیه که حالا روش چیزی که نوشته از گلوکوز استفاده نمیشه، از شیرین کننده های دیگه ای ظاهرا استفاده میشه، ولی واقعا روی من تاثیر گذاشت. چرا؟ چون شاید ایدئال نیست، من نمیخوام اینو اینجا مطرح کنم بگم ایدئاله، ولی برای من رفتن از دیگه قند ساده و قند کانور نکته مثبت بود. رفتن از مثلا فرض کنید روزی یه بشقاب کامل برنج به اینکه حذف بشه، یا اینکه مثلا بشه 3 روز در هفته مثلا برنج بعد اونم بشه نصف بشقاب، باز یه پله بود، این چی میگم، یه استپ بود به سمت جلو. چون احساس کردم که شاید یکم برام به شروع این به صورت کامل این رو خواهم قطع کنم یکم سخت باشه. نمیدونم، شاید قطع کردن یه بارش درست تر باشه، ولی من تا الان این کارو نکردم. یعنی یه جورایی دیدی به یه چیزی شک داری، میگه حالا یکم من اینو تست کنم ببینم چی میشه، اگه جواب داد خب ادامه میدم. اتفاقا من همین اصل داشتم با یه نفر صحبت میکنم راجع به رژیم کتوژنیک، بهش میگفتم، بهش گفتم که ببین تو رژیم کتوژنیک اینجوریه که شاید اوایلش با ترس و لرز شروعش میکنی، ولی نتایجش رو که هی میبینی اون دیگه نتایجش هست که تو رو به این سمت میکشونه که بیشترش کنی. یعنی انقدر در واقع از این خواب غفلت تو رو بیدار میکنه که یواش یواش به اینجا میرسی که خب دیگه چیه، خب اینم انجام میدم، دیگه چی باشه اینم انجام میدم. یعنی یه رژیم اینجوریه، نه مثلا رژیم های دیگه شاید محرومت میکنن هر روز تو دوست داری باز بخوری که تموم میشه، ولی احساس میکنم این یه چیزیه که یه راه جدید رو بهت نشون میده و یه افقی رو جلو چشت میاره که باعث میشه تو خودت بخوای که اینو هی هر روز بیشترش کنی. کما اینکه برای من این اتفاق افتاده تا الان، و تصمیمی که الان دارم اینه که من تا الان با وجود این تونستم به اینجا برسم که حالا تا کجا رسیدمش رو الان میخوایم تو صحبت کنیم، و بعدش رو تصمیم دارم که به وسیله این رژیم چیکار کنم، کلا داروهامو هم کنار بذارم. یعنی چی بشه؟ اینو برگردم و بشم اون آدم نرمال قبلی که بود و حتی بهتر از. دقیقا همین جوری که واقعا توی یکی از چتامون هم داشته میگفتیم که اصلا همین بیماری قند که وجود اومد میشه برات یه موهبت، همین جوری که واسه من چاقی و گرسنگی مکرر و اینها بعدا شد یه موهبت. خوشحال بودم که این اتفاق واسم افتاد و به فکر راه چاره واسش بودم. در مورد قندهایی که حالا لزوما گلوکوز نیستن، یه چیزی که یه مشکلی که با اینها دارم این هست، یعنی حتی مثلا استیویا کلن قندی نداره ولی شیرینی رو داره. فکر میکنم توی فارسی میگن شیرین گیاه، ولی خب همون استیویا هم بکار میبرن. بعدن وقتی که ما همین که یه ماده قندی رو، یه ماده شیرین رو، ببخشید، یه ماده شیرین رو به زبونمون میزنیم و بدن این شیرینی رو احساس میکنه،
پانکریاس آماده میشه و میاد انسولین رو توی ترشح میکنه که بخواد با اون قندی که داره وارد بدن میشه مقابله بکنه. حالا مقابله خیلی حرف درستی نیست، ولی بخواد اون قند رو کنترل بکنه و به مصرف سلول برسونه یا بعدن به صورت اضافی هاشو به صورت چربی ذخیره بکنه. یعنی وقتی که ما حتی یه چیز شیرین میخوریم که قند هم نداره، این انسولین بالا میره و بدن سراغ چربی سوزی نمیره و بدن سراغ استفاده از سوخت های غیر قندی نمیره و قند رو میطلبه، میگه که الان من قند نرسوندیم، الان هم انسولین بالاست، به من میگه که باید قند مصرف بکنی. پس این مشکل رو من با قندهایی که حتی گلوکوزی هم ندارن، فروکتوزی هم ندارن، دارم که به هر حال شیرین هستن. و خب من حالا این رو به اشتراک میذارم، سفر رو نتیجه آزمایش رو. خب این آزمایش که مربوط به یه ماه پیشه، قند سه ماهه من رو 6.3 نشون میده. اصلا من وقتی این آزمایش رو دیدم حتی احساس میکردم که دارم خواب میبینم. چجوری ممکنه ایوانسی من که همیشه دنبالی بودن که فقط به 7 برسونمش الان شده 6.3 و داره میانگین اخیر رو 134 نشون میده، که حالا همجوری میدونیم بین 173 تا 125 یعنی نرمال، یعنی نشون میده که توی 3 ماه اخیر من قندم نرمال بوده، در صورتی که من تو 3 ماه اخیرش همین رو رعایت نمی کردم و من تقریبا توی 2-3 هفته اخیرش این رو رعایت می کردم. 15 روز یعنی تقریبا قبل از این. آره 15 روز قبل از این من اینو شروع کردم، این شده. یعنی به خاطر همین الان من خیلی در واقع به قول I can't wait، نمیتونم صبر کنم که موعد تایم بعدی آزمایش هم برسه که برم اونو بدم. میخوام برم اون، الان خیلی کنجکاوم بدونم اون قراره دیگه چند باشه، یعنی چیزی که من قراره الان دیگه با این وضعیت بشه چند میشه، و آزمایش یکی بعد از اون که دیگه الان قراره با رژیم کتوژنیک باشه دیگه میخواد چند بشه. یعنی من فکر میکنم دیگه واقعا یه چیز خیلی نرمال کامل رو ببینم، چون رفرنسش بین 4.3 تا 6 است. من شاید مثلا بتونم یه عددی مثل 4.5 رو ببینم، شاید خیلی عدد خوبی باشه. و احتمالا فاستینگ بلاد شوگرت کلن میاد تو رنج نرمال قند ناشتا، الان 101 دقیقا رو لب مرز خوبه هستی. آره 70 تا آوردی پایین توی 15 روز. آره دقیقا این تیزی بوده که در واقع من اون روز که آزمایش دادم نشون داده که قند ناشتای من 101، که گفتم دیگه شاید خیلی فکر کنم همین یه دونه بالاست، ولی این در واقع یه خانه 70 قبلی آوردش اینجا، از 200 خورده ای قبلی آوردش. آره دیگه این دقیقا از 200 خورده ای که من خیلی وقتا میدیدم این آوردم به این که خیلی خوب بود، ولی همچنان ببین این تریگلیسیرید 275 دقیقا باز داره نشون میده. میبینی هنوز که هنوز این لعنتی یه چیزیه که اصلا به این راحتی ها دست بردار نیست. میبینی؟ و شاید حالا توی این آزمایش این باری که دارم میدم که حالا حتما باید به اشتراک خواهم گذاشت، احتمالا که دیگه این تریگلیسیرید هم برگرده و دست بردار از این کاراش و بیا زیر 160، و باز هم میبینی که کلسترول باز نرمال و مابقی چیزا هم نرمال هست. تازه این کامل هم همه چیزا رو رعایت نکردی، داری تدریجی این تغییرات رو ایجاد میکنی و توی 15 روز اینجور نتیجه رو دیدی. 6 کیلو وزن رو هم بعدش توی یک ماه کم کردی. دقیقا این یکی چیزایی که به من داد همین بحث 6 کیلو وزن بود. خب یعنی 6 کیلو از وزن من توی این مدت 14-15 روز هم کم شد، که این سهر که منو میدید تعجب میکرد که تو چیکار کردی که اینجوری شد. من فقط یه جوابشون میدادم، میگفتن که من اومدم میزان برنج و قندهای ساده و نونی که میخوردم رو خیلی کم کردم، فقط همین، فقط کم کردم، یعنی حتی قطع هم نکردم. شده این شاید قطع میکنم دیگه، فرض کن چی بشه. راستش رو بخوای یک دلایلی که تا الان کتوژنیک رو
کامل شروع نکردم، یه تحقیقی بود که یه جا دیدم روی اینترنت بحث کتو اسیدوز، که من اون موقع فکر میکردم برای کسی که دیابت نوع دو هم داره ممکنه این مشکل کتو اسیدوز ایجاد بشه، که البته بعدش تو بهم گفتی که نه، این فقط بحث دیابت نوع یک هست و توی نوع دو اینو نداریم، و من دیگه از من جذب تر شد برای شروع کامل رژیم کتوژنیک. این کیتو اسیدوزیس توی یکی از قسمت ها، توی همون قسمت یکی کلسترول هم فکر میکنم در موردش صحبت کردم، کیتو اسیدوزیس زمانی رخ میده که اصلا هیچ انسولینی ترشح نمیشه، یعنی وقتی که فردی که دیابت نوع یک داره و بدنش اصلا انسولین تولید نمیکنه، این صفر بودن خیلی فرق میکنه با کم بودن. کم که باشه حالا یه جاهایی میگه که قند مصرف بکن، ولی وقتی که سطوحش میاد پایین تر میره سراغ چربی، ولی وقتی صفر باشه داره به بدن دستور، بدن اصلا انسولین نمیبینه که بهش بگه چربی رو مصرف نکن، هیچ چربی مصرف میکنه، چربی مصرف میکنه، چربی ها که میشکنه کتون تولید میکنه و این کتون به سطوح خطرناک بالای 10 میرسه. توی به اصطلاح نوتریشنال کتوسیس یا کتوسیس تغذیه‌ای که در پی تغذیه به وجود میاد، این مثلا نیم تا 1.5 هست، حتی تا رنج و حدود 5 و اینها هم باز اوکی هست. اون سطوح خطرناک بعد از اون رخ میده. توی دیابت نوع 2 در واقع رخ نمیده مگر اینکه به صورت تئوریک رخ میده، و تا حالا از کسی نشنیدم، از اون پزشکی که دنبال میکنم نشنیدم که توی دیابت نوع 2 رخ بده، ولی طبیعتا اگر فرد دچار در پی دیابت نوع 2 انقدر دیگه به پانکراسش فشار بیاد که کلا بسوزه از بس که هی انسولین تولید کرده، اون موقع توانایی تولید انسولین رو که از دست بده و انسولین دیگه هم تسریخ نکنه، اون موقع این خطر وجود داره. ولی تو بدن حتی اندکی هم انسولین ترشح بکنه، همه این سطوح رو کنترل میکنه. دقیقا. من فکر نمی کنم، من آزمایشاتی که خودم گرفتم و چیزی که دیدم در خودم این بوده که این مشکل فکر نمی کنم برای من بتونه ایجاد بشه، چون من هیچ وقت سطح قند خونهای مثلا فرض کن بالای 300-400 رو تجربه نکردم، یا اینکه تا حالا ندیدم مثلا قندم بیفته مثلا بیاد رو 60-70. خب چون معمولا کسایی که این مشکل دارن البته اونا نوع یک هم که این در واقع مشکل دارن، برای همین نوع دو من فکر نمی کنم این چیزا باشه و فکر می کنم بشه راحت رژیم کتوژنیک رو گرفت رو ادامه و ادامهش داد. من یه رد دوباره باز این سرسره فاصله هم با نرمال نداری، پس خیلی راحت میتونی بهش برسی. آره این سفر رو من مشترک بذاره. الان سفر داری؟ سیاه هست. آه الان دارمش. و اینجا هم که باز نگاه میکنین خود آزمایش ادرار هم نرمال شده کامل و تیز غیر نرمال توشتی که وجود نداره. مشکل که هنوز باقی مونده مشکل تیروید هست، اینجا هم باز مشخصه که اینا من احساس کردم که یه چیزایی هم که یعنی یه چیزیه که بس همین تیروید هم وجود که تو خودت هم قبلا اشاره کردی که شاید نیاز به دارو هم نداشته باشه و شاید بشه بدون دارو هم اینو کنترل کرد، ولی خب من حالا علال حساب که دارم داروشو مصرف میکنم، ولی خیلی دوست دارم یه روزی بشه که من حتی این داروی تیروید رو هم نخوام مصرف کنم، چون خیلی اصلا مشکل دیابت ندارن، مشکل تیروید دارن و همون هم دارن دارو مصرف میکنن، و این در واقع جز یکی از چیزهای دیگه است که من یه خانه دیگه است که در واقع باید اینو شکستش بدم و ببینم که چجوری میشه این کارو کرد که بدون دارو بشه تیروید رو کنترل کرد. تا اینجا که اصلا عالی پیش رفتی و واقعا خیلی یه حس عجیبه بهم دست داد وقتی که بهم پیام دادی، گفتی که به سطوح نرمال خیلی نزدیک شدی. آره. و همه اتفاقا هم توی 15 روز رخ داد. هی دارم اینو تکرار میکنم و واقعا این رو مقایسه بکنیم با اون پزشکی که میگفت ببین این الان قندش 800 آرزو داره به سطوح تو برسه، تو باید انسولین بزنی. اگر اون روش ها رو رفته بودی تا آخر عمرت تو همون راه توی اون مسیر اسیر بودی، ولی حالا تونستی با یه مدت کوتاه اون مقاومت انسولینیت رو کنترل بکنی و سطوح تو الان دو تا واحد میرسی به اون عادیه. آفرین. شاید الان رسیده باشی، شاید همین الان نه
الان از دل دو واحد HbA1c هست. نه اون چیز بود، اون قند ناشتاد بود 101، درسته؟ ها یه دونه 101. آره اصلا به نظر خیلی عالی، همین الانش نرمال هست. حالا اگه ولی بشه اینو بین 90 تا 100 آورد، خیلی عددهای بهتری هست. و حالا یه چیز دیگه من بگم که فراموش کردم بگم، این آزمایش ها اینه که تو مثلا 3 ماهی سال یه بار میری آزمایش میدی، اونم صبح میدی میای. خب یه دستگاه گلوکومتر اگر داشته باشی، من کاری که کردم این بوده که من شاید خیلی وقتا در خیلی وقتا در طول این سالها شده که قند خون ناشتای من نرمال بشه، ولی هیچ وقت این هیچ وقت پایان ماجرا نیست. من با همون قهوه هم گاهی وقتا اینو می آوردم رو سر، با همون قهوه و ورزش. ولی مشکل جای دیگری است. مشکل اینه که شما در طول روز 5 بار 6 بار کنترل میکنی، آیا اون موقع هم نرمالن یا نه؟ کاملا اون مهمه. و در واقع چیزی که من دست پیدا کردم و خوشحالم با وسیله یک رژیم کتوژنیک اینه، لازم اشتباه نشه میگم من 2 یا 3 سال پیشم به 100 دست دست پیدا کردم، توی یه پست گذاشتم تو اینستاگرام هست، خب که من دقیقا به 99 رسیدم، ولی با قهوه و ورزش و خلاصه چی میگن با یه شرایط ویژه به این صبح رسیدم، اوکی FBS من قند ناشتام شد 100. ولی مشکل این بود که من غذا میخوردم بعدش 200 رو میدیدم، خب این هیچ ارزشی نداره. ولی رژیم کتوژنیک رژیمیه که به تو این رو میده، یعنی اینکه بعد از غذات هم نرمال باشه، اینه که میتونی رو 3 ماه حساب کنی. تو شما ببین قند صبحونه من خیلی وقتا 100 110 120 صد اینا بوده، ولی وقتی میرفتم A1C میگرفتم 180 رو میانگین نشون میداده. پس ببین همش اون قند صبح نبوده، قند من در طول روز خیلی بالاتر از اون میرفته و به خاطر اون غذایی بوده که میخوردم. ولی رژیم کتوژنیک این رو به من داد و من این بابت این خیلی خوشحالم که حتی این رژیم هنوز کامل نگرفتم، تونستم اینو اینجوری کنم دیگه. فکر کنم اگه کامل بشه شاید بشه میگم خیلی کار دیگه حتی با این انجام داد. شاید مثلا من الان هنوز چون رژیم کامل نشده نتونستم دارو رو حذف کنم، ولی خب شاید با کامل شدن اون راحت بتونم دارو رو حذف کنم. کامل. و آخرین اسلاید این، یا من همین امروزم چیز کردم اینو روی اینستاگرام گذاشتم، نمیدونم این شعر رو از یه آهنگ داره متالیکا مستر به معنای ارباب، و این خیلی کاربرد داره. اینو برای کسی که اعتیاد دارن کلا خونده، که در واقع اسم اون ماده‌ای که بهش اعتیاد دارن رو گذاشته مستر، و این هم الان از زبون اون مستر یا اربابه که میگه فقط منو بچش تا بفهمی که بیشتر از اینا به من نیاز داری، و این اون چیزیه که من باهاش تو رو خواهم کشت. به اربابت احترام بذار. و این به نظرم حرفیه که شکر و کربوهیدرات دارن به ما میگن، و در واقع یه جوری دارن به ما میگن که من رو که بخوری تازه میفهمی که آها بیشتر از اینا به من نیاز داری و باید بازم بخوری بازم بخوری. چون متاسفانه چیزی که من تو زندگی خودم دیدم این بود که مثلا من یه مدت نوشابه میخوردم، هر روز نیازم به این بدتر میشد، هیچ وقت نمیشد مثلا من حالا که مثلا 1 ماه دارم میخورم بتونم یه روز اینو کنار بذارم. اگر تعریف ماده مخدر و اعتیادآور چیزی جز این هست، واقعا به من بگو. واقعا همین، یعنی تعریف ماده مخدر همینه، چیزی که هر روز نیازت رو بدتر و بدتر و بدتر که حسبش میکنی دچار مشکل بشی، بیحال بشی، که دقیقا همین اتفاق میفته که وقتی که یهو تدریجی هست نشه، یهوی هست بشه، همین اتفاق میفته. تو حالا یه روز نوشابه نمیخوری چی به سرت میاد؟ و متاسفانه و این در واقع این پیام رو میخوام بدم که دیابت نوع 2 حداقل چیزی میشه کنترلش کرد، و باید از همون روز اول این رو به فال نیک گرفت. اینکه من اگه به این دچار شدم اسمشو نذارم مریضی، اسمشو بذارم اختلال، و شاید این دیابت نوع 2 باعث شد که من دیگه فست فود رو مثلا خیلی کمش کنم، مثلا سالم تر زندگی کنم، لایف استایل بهتری داشته باشم، اصلا تو این سن و سال به دنبال این باشم که چی چی داره چی چی نداره، چی رو باید بخورم چی رو نباید بخورم.
و شاید من اگر با همون لایف استایل گذشتم ادامه میدادم و به این دچار نمیشدم، شاید اصلا یه بیماری لاعلاج میگرفتم که واقعا دور از ذهن نیست. من احساس میکنم اینو باید به فال نیک گرفت و اسمشو گذاشت یه اختلال که قراره توی زندگی به ما کمک کنه که بهتر زندگی کنیم. این در واقع یه روانپزشک بود صحبت میکرد راجع به دیابت، میگفت دیابت یه وارنینگه، یه وارنینگ بدنت بهت میده، میگه ببین من دیگه کم آوردم، تمومش کن، این راه که میروی به ترکستان است، اینو عوضش کن، این لایف استایل، این چیزی که تو داری انجام میدی چیز درستی نیست. و این و چقدر خوبه دیگه توی سن و سال کم اینو بهت بگن، چون تو کار داشته، من کارم اشتباه، اگه تریگلیسیرید من داره یه روند 12 ساله اینجوری خودش نشون میده، منی که تو این سن و سالی که متابولیسمم بهترین حالت ممکنه، در جوانترین حالت ممکن هستم، قرار نیست که چه میدونم با همه روش برم تو 60 سالگی خبری نباشه دیگه، قراره که خیلی بدتر بشه. پس باید اینو لزوما عوضش کنم و باید سعی کنم با مطالعه به یه متدهایی برسم که بشه اینو کنترل کرد و تغییر ایجاد کرد. بسیارم عالی. یه چیز کوچولو رو میگم، خیلی حرفای زیبایی زدی که جای خوبی هست واسه پایانش، اما در مورد حالا اون قند ناشتا زیر 100 یعنی 90 تا 100 رو مطمئنا خواهی رسید و وقتی که غذای کتوجنیک مصرف بشه یا غذای حالا حیوانی و گوشتخواری و محصولات دامی مصرف بشه، البته بجز شیر و اینها، اصلا تعجبی نداره که بین 70 تا 90 باشی و اینجوری هم نیست که بیدار میشی احساس گرسنگی بکنی، بیدار میشی و چون که بدنت توی سوزوندن چربی هست خیلی راحت به زندگیت ادامه میدی. خیلی ممنون امین جان، خیلی دست درد نکنه که تجربیات با این دقت با هم در میون گذاشتی. یکی از این کسایی که دنبالشون میکنم اسمش هست آیور کامینز، این ایرلندی هم هست. اون جالبه، مثل خودت چیز پزشک نبوده و مهندسه و دقیقا نگاهش به داده ها همین جوریه که تو داری داده های مختلف رو با هم مقایسه میکنی و داری حساب میکنی چه کمیتی رو عوض کردی که این اتفاق ها افتاده. فکر میکنی اگر اونم دنبالش بکنه خیلی عاشقش بشی، خیلی هم لحظه جالب ایرلندی داره. من عاشق لهجه بریتیش هم کلن دیگه، آیریش که جای خودشو داره. برام حتما یه دونه چیزشو بفرست. این علت این که من آرشیف کردم همه این نتایج رو همین بوده که من احساس میکردم که باید پارامترها رو نگه داشت. یه مشکلی که تو کل سیستم پزشکی ایران و شاید توی دنیا اصلا وجود داشته باشه همینه، هیچ وقت آرشیوی وجود، یه طرف خودش یه آرشیو نداره و اطلاعات نداره. من احساس میکنم جامعه ما به جایی رسیده که و اینقدر اطلاعات زیاد هست که هر کسی باید دکتر خودش باشه، پارامترهای بدن خودش رو بدونه، بسنجه و آرشیو. یعنی ما ها زود فراموش میکنیم، یه نتیجه آزمایش من میگیرم، من حتی اون چیزی که سونوگرافیایی که از کبدم انجام شده رو هم اسکن کردم یا عکس گرفتم روی دراپ باکس نگهشون داشتم، برای همین، برای اینکه بتونم خیلی سریع برگردم که 6 سال پیش چی بود، 7 سال پیش چی بود، 5 سال پیش چی شد، چی شد، چرا اینجوری شد، و بتونم یه آرشیو از خودم داشته باشم. و چقدر خوبه کسایی که مبتلا هستن به حالا هر چیزی بتونن این چیزا رو نگه دارن، یه جایی یه آرشیو داشته باشن که یه روزی مثل امروز همینجوری که این حالا صحبتی که ما داشتیم میکنیم خیلی کمک کرد، میتونه کمک کنه و همچنین برای خود فرد تونی چیز خیلی کمک کننده باشه، یادداشت کردن اینها و نگه داشتنش. کاملا درست، چون که ما باید همینجوری که گفته پزشک خودمون باشیم، چون که هیچ کس به اندازه خودمون دلش واسه خودمون نسوخته. ما این که داریم هر روز با خودمون زندگی میکنیم و تغییرات توی حالمون توی لحظه لحظه زندگی ما تاثیر داره. چیزی که من راستش رو بخوای تز فوق لیسانس هم راجع به رتینوپاتی دیابتی، بیماری که به چشمای دیابتی ها آسیب وارد میکنه. حالا ما با چند تا دوستان در نظر داشتیم یه دستگاهی رو بسازیم که این مثلا کسی که دیابت دارن نخوام برن مراجعه کنن حتما به یه سیستم پزشکی که اینو براشون مثلا بسنجه. مثلا شما حالا تو دوره کرونا در نظر بگیرید یه نفر بخواد تو این بره بیمارستان مثلا، اونم توی آزمایشگاه
ما یه دستگاه بسازیم طرف تو خونش بذاره اندازه بگیره. بعد جالبه که میرفتیم با پزشکا صحبت میکردیم، همشون یه مخالفت عجیبی با این داشتن. بعدش ما متوجه شدیم بابا اینا مشکل دارن، اصلا میگن چیزی که نیاز به ما رو کم میکنه نباید وجود بیاد. و یکی از دلایلی که من اون موقع حرف اون پزشک رو قبول نکردم این بود، چون من اولش رفته بودم با اون پزشک صحبت کنم راجع به این دستگاهه، چون کلینیک دیابت داشت، من رفتم پیش سر این. بعد نتیجه آزمایشم نشون داد، گفت تو انسولین تزریق کنی. یکی از دلایلی که من اون حرفش رو قبول نکردم اینم بود، احساس کردم که نه اینا انگار خیلی دیگه پزشکی تجارت شده، میدونی در واقع متاسفانه اینجوری دارن برخورد میکنن که شاید بهتر باشه که ما خودمون دلسوز خودمون باشیم تا اینکه حالا خودمون رو بدیم دست یه پزشک. چون پزشک دلسوز، نمیخوام بگم جامعه پزشکی هم پزشک دلسوز شاید خیلی زیاد داشته باشه. من یه پزشک عمومی بود اون اوایل که من اختلال ایجاد شده بود در من، خیلی به من روحیه داد، خیلی حرفی مثبتی به من زد، اون خیلی خوب بود. ولی خب در کل دیگه متاسفانه انگار یه درصدی از پزشکا وارد دنیای تجارت شدن متاسفانه. آره دقیقاً. توی مطب پزشک میبینی دستگاه کارتخون نداره، بهش میگه خب چرا کارتخون ندارین؟ میگه نه برو نقدی بگی بیا. بعد میفهمی که اون نمیخواد مالیات بده. پزشکی حاضر نیست یه مالیات بده با اینکه انقدر درآمدش بالاست. پس فعلا به فکر من و تو شاید نباشه. کاملا درسته. یکی از دکترایی که سن و سالی هم ازش گذشته، باز نمونه همین دکترهای دلسوز و همچنین یه دانشمند نمونه که اگر حرفی رو اشتباه میزنه میتونه دید خودش رو عوض بکنه، با داده های جدید دید قدیمی خودش رو عوض بکنه، تیم نوکس هست. اونم دقیقا همین حرفی رو که گفتی، یعنی ترجمه بکنی دقیقا همین رو. خودش پزشکه، حالا فقط بین من و تویی که رشتمون پزشکی نیست، فقط من و تو این حرف رو نمیزنیم، خود اون که پزشکی داره میگه medicine is a business. این که پزشکی همینجور که گفتی یه کسب و کار، یه تجارت. خیلی ممنون امین جان، دست درد لطف کردی، خیلی خوشحال شدم. تو خیلی لطف کردی، متشکرم. خبرهای بهتر بشنم. آره احساس کردیم که بالاخره یه جایی تونستم مفید باشم، خودش خیلی حس خوبیه. قربانه، پیروز کامیاب باشی، خدا نگهدار. دیشب بعد از اینکه ضبطمون تموم شد، مصاحبهمون تموم شد، وقتی که داشتیم مستقلا صحبت میکردیم، یهو متوجه شدیم که یه چیز خیلی مهمی رو فراموش کردیم بهش اشاره بکنیم. حالا من شیر سکرین میکنم تا برگردم به همون پاورپوینتی که امین درست کرده بود و اون چیزی رو که یادمون رفت در مورد کبد چرب با هاتون در میان میذارم. خب اینجا نگاه میکنیم به نتایج سال 98 امین. مقادیر AST و ALT رو که بازتاب دهنده سلامت کبد و کبد چرب یا ناچرب هستن یه نگاهی میکنیم. AST توی شاخص توی رنج متعادل خودش هست، اما ALT طبق پیشنهادات این آزمایشگاه باید نهایتاً 42 باشه برای مردان، ولی نتیجه 43 بوده. حالا این رو مقایسه میکنیم با 15 روز رژیم نیمه کتوژنیک دنبال کردن و آزمایشی که بعد از اون به دست اومده. اونجا که ما یه شرایط کبد چرب رو داشتیم، ولی مقادیر اینجا رو که نگاه بکنیم AST همچنان توی رنج خودش هست و ALT چندین واحد پایین اومده. قبلا 42 بوده، حالا به 30 رسیده. پس کبد چرب هم با یه پیروی نصف و نیمه، اون هم نه به طور کامل، از رژیم کتوژنیک بهبود پیدا کرده و در واقع دیگه هیچ کدوم از این شاخص‌ها بالا نیستن. خیلی مشتاقیم که نتایج بعدی رو هم ببینیم. خیلی ویدیوهای زیادی هست که توی اینترنت در مورد درمان کبد چرب با رژیم کتوژنیک میتونید پیدا بکنید. کبد چرب اسم چرب روش هست، اما با خوردن چربی این شرایط به وجود نمیاد.
اون هم پیش زمینش مقاومت انسولینی هست و اون هم با خوردن کربوهیدرات زیاد به وجود میاد. پس کربوهیدرات زیاد هست که کبد رو چرب میکنه، نه خوردن چربی زیاد. وقتی که مصرف کربوهیدرات رو کنترل بکنیم و مهمتر و پاییتر از اون روغنهای گیاهی و روغنهای حاصل از بذر گیاه رو حذف بکنیم و از روغنهای سالم مثل کره و روغن حیوانی استفاده کنیم برای پخت و پز، و توی روغنهای گیاهی نهایتاً از روغن نارگیل و زیتون به شرط حرارت ندیدن، اون موقع ما میتونیم مقاومت انسولینمون رو درمان بکنیم. سپاس از وقتی گذاشتید، امیدوارم اطلاعات خوب بوده باشه. اگر مایل بودید و توانش رو داشتید میتونید روی پیتریون از ما حمایت کنید. سپاسگزارم. خدا نگهدار.